شیعیان امیرالمومنین بدونن تو چه موقعیت خاصی هستن، قدر این موقعیت رو بدونن، درباره این موقعیت اطلاعات داشته باشیم و الا به شدت متضرر میشیم. در مواجهه با آخر الزمان معمولا ما دیدگاه منفی سنگینی داریم و بیشتر از هر چیز تاریکی های این دوران مد نظر هممون هست. درسته تاریک هم هست، سخت هم هست، ولی همین آخر از زمان تاریک یه موارد عجیب، یه امتیازات و اسراری هم داره که ممکنه توجه نکرده باشیم. مطالب به قدری عجیب و فوق‌العاده است که ارزش داره ماهایی که تو این دوران زندگی میکنیم حتما یه بار شنیده باشیم. بالاخره بخوایم یا نخوایم، دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، تو دوره‌ای هستیم که بهش میگن آخر از زمان. جز آخرای داستانیم دیگه. زمانیه که مردم به امام دسترسی ندارن. شرایط خاص خودش رو هم داره این آخر از زمان. سنگینی های خاص خودش رو داره، سختی های خاص خودش رو داره. یه دنیای وارونه، یه دنیایی که میبینی خیلی از استانداردها عوض شده. منکرها معروف شده، معروفها منکر شده. یکی کلاهبردار باشه و مردم رو بدبخت کنه میشه زرنگ و جنمدار. یکی اگه تدینی داشته باشه، مراعاتی بکنه، میشه عقب افتاده، عمال. بی حیایی تمدن محسوب میشه و عفاف بی ارزش. یه دنیای سراسر استرس، اضطراب. مردم دائم دارن میدوئن صبح تا شب، شب تا صبح، بدون آرامش، بدون آسایش. صبح با اضطراب از خواب پا میشن، شب از اضطراب خوابشون نمیبره و و و موارد بسیار مشابه دیگه. اصلا تو روایات که نگاه میکنی یه وقتای اوصاف آخر از زمان رو که حضرات اهل بیت بیان کردن نگاه میکنی، بقیه که میشنون گریه میکنن که چی میخواد بشه تو این شرایط. درسته وقتی اوصاف این آخر از زمان و دوران غیبت امام رو میشنویم یه جوری میشی. خدایا این چه دور زمونه یه دیگه، این چه شانسی ما داشتیم و کاش اصلا تو این دور زمونه نبودیم و از این صحبت ها. ولی خب مسائلی هم هست که اگه بدونیم ممکنه حرفمون عوض بشه. تازه ممکنه خدا رو هم شکر کنیم که تو همین زمونه هستیم. عجب زمونه به این داغونی دیگه چی داری که ما بخوایم خدا رو شکر کنیم که تو این زمونه هستیم. درست زمونه سختی هست، ولی یه امتیازات عجیبی هم داره که به هیچ عنوان نمیشه ازش گذشت. واقعا عجیب. امتیازاتی که در طول تاریخ این امتیازات برای هیچ قومی نبوده. میگی چه امتیازاتی؟ چند تاش رو با هم به عنوان نمونه مرور میکنیم. اولین مورد امام سجاد علیه السلام. آنان که زمان غیبت او زندگی میکنند و به امامت او اعتقاد داشته و منتظر ظهورش هستند از مردمان همه زمانها برتر هستند. نوع عبارت رو دقت بفرمایید، افضل من اهل کل زمان. شما یه دقت کنید در طول تاریخ و ببینید چه افراد با ایمانی وجود داشتن، چه زهدها، چه ورعها، چه عبادتهایی. حالا درک میکنی که چقدر مطلب سنگینه. اینی که افرادی تو آخر از زمان میان و از مردمان همه زمانها برترن. مورد دوم، مجدد از امام زین العابدین علیه السلام. هر کس در زمان غیبت غایب ما بر ولایت ما ثابت قدم بماند. دقت بفرمایید کلمه ثابت قدم رو داشته باشید. خداوند اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد را اعطا می‌فرماید. اجر شهید که دیگه میدونید چه خبره، چه عظمت و ارزشی داره مقام شهید. اونم نه هر شهیدی، شهدای بدر و احد، شهدایی که در رکاب پیامبر بودن. شهادت مثل نماز نیست یه دورکتی خوندی دوباره یه دورکتی دیگه بخونی. جونت هست یه باره، نمیشه دوباره زنده شد و شهید شد، اصلا امکانش نیست. ولی این امتیاز سنگین رو اهل بیت و مردم آخر از زمان دادن. هر کس در زمان غیبت بر ولایت اهل بیت ثابت قدم بمونه اجر 1000 تا از اون شهیدا رو داره، 1000 تا از شهدای بدر و احد. دقت بفرمایید امتیاز بسیار خاص. مورد سوم، امام باقر علیه السلام در کافی. بدانید کسی که منتظر این امر باشد ثواب کسی رو داره که روزها رو روزه و شبها به عبادت ایستاده باشه.
کسی که تو این زمان باشه و منتظر امام زمانش باشه. داشتن همین اعتقاد داره میگه انگار روزها رو روزه بوده و شبها به عبادت الهی پرداخته. حالا اگه شما تو زمان غیبت امامت نبودی، به هیچ عنوان چنین امتیازی شما نهار شما نمیشد که شما همینجوری راه بری بعد روزها رو روزه دار برای شما بنویسن، شبها رو به عبادت. مورد چهارم، از پیامبر صلی الله علیه و آله. نشسته بودن پیامبر تو جمع یارانشون، دوبار حضرت فرمودن خدایا برادران من رو به من بنما، نشونم بده. دوبار فرمودن، یه دی نشسته بودن آقا مگه ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمودن نه، شما یاران من هستیم. برادران من افرادی هستند که تو آخر از زمان میان، به من ایمان آوردن در حالی که منو ندیدن. و مضمون روایت اینه، علارغم اینکه سخت دینداری تو اون زمان مثل آتیش کف دسته، اینا بر دین خودشون ثابت قدم میمونن. مورد دیگه داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند که هنگامی که حجت خدا در میان مردم نباشد، مردم به خدا نزدیکترند و خدا از مردم خوشنودتر است. چرا؟ چون با اینکه حجت خدا ظاهر نیست و جای اون رو نمیدونن، باز باور دارن به این حجت خدا. همین که ندیدن و قبولش کردن، میگه خدا از اینا خوشنوده. مورد ششم خیلی جالبه، امتیاز 50 برابری مردم آخر الزمان. پیامبر فرمودن بعد از شما قومی میاد که پاداش هر یک از آنها برابر پاداش 50 نفر از شما خواهد. متعجب شدن، یا رسول الله ما شما رو یاری کردیم تو جنگ ها، قرآن بین ما نازل شده، یعنی چی اونا 50 برابر ما؟ حضرت فرمودن اونی که برای اونا اتفاق میفته، اگه برای شما اتفاق میافتاد شما صبر نمی کردید. حالا یه وقت میگن 2 برابر، 3 برابر، 10 برابر، 50 برابر دیگه خیلی رویاییه، خیلی شما رو میتونه ببره جلو. یعنی کسی حواسش باشه با استفاده از این موقعیت آخر الزمان میتونه به جاهایی برسه که در هیچ دوره‌ای ممکن نبوده. مورد بعد، روایاتی داریم در رابطه با آخر الزمان که اشاره میکنه خداوند اعمال اینا رو هم قبول میکنه، سخت نمیگیره بهشون. عین یک کلاسی که معلم بالا سر اون کلاس درست حسابی نبوده، اگه دانش آموزان اون کلاس نمره کم داشته باشن و بخوان رد بشن، یقیناً مدیران مدرسه اون سختگیری آنچنانی رو نخواهند داشت. مثال امروزیش تو دوران کرونا، اوضاع احوال امتحان و نمره دادن چجوری بود؟ وقتی کلاسی نباشه، معلمی نباشه، به طبع چشم پوشیایی خواهد بود. مورد بعد، روایت داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله که ایشون میفرمایند خداوند اینا رو بهشت هم میبره علارغم اینکه در زلالت هستن. عجب، زلالت و بهشت. روایت بیان میکنه برای اینکه اینا علارغم اینکه در زمان فتنه امامشون پنهانه و خبر از مکانش ندارن، به امامتش اقرار دارن، تمسک به امامشون دارن. غیر شاکین، صابرون، مسلمون، شک کم نمی کنن، صبر می کنن و تسلیم هستن. به خاطر این خداوند اینا رو بهشت میبره علارغم اینکه در زلالت هستن. مورد مشابه دیگه هم دیدم که پیامبر به یارانشون فرمودن شما در زمانی هستین که اگر 1/10 از تکالیفتون رو انجام ندین هلاک میشین، ولی زمانی میاد که اگه 1/10 از تکالیفشون رو انجام بدن نجات پیدا میکنن. یه امتیاز خاص دیگه هم هست برای افرادی که در زمان غیبت هستن، بد نیست اشاره بکنیم. امتیازی تو خرج کردن و هزینه کردن. دیدین که تو خیلی از روایات مبنای امتیاز دادن به یه عملی حج، چون حج یه عمل کاملیه، هم خرج کردن توش هست، هم نماز داره، هم دعا داره، همه چیز یه پکیج کامل محسوب میشه. مثلا میگن فلان عمل معادل 20 حج. حالا دقت بفرمایید، روایت بیان میکنه 1 درهم که در راه حج خرج بشه افضل است از 1000 درهم که در جای دیگه خرج بشه. در ادامه روایت، 1 درهم که در راه امام زمان خرج بشه افضل است از 1000 درهمی که در حج خرج بشه. 1000 در 1000. حالا صاحب کتاب گرانسنگ مکیال المکارم
که در باب فواید دعا برای فرج هست بیان میکنه وقتی که مشغول تحریر این مسائل بودم در عالم خواب به من گفتن اگه اون امامی که براش خرج میکنی غایب باشه یه ذری به هزار دیگه اضافه میشه، یعنی هزار در هزار در هزار. ببین چه امتیازی داره که در زمان غیبت امام یه مقداری از داراییت رو خرج امام زمانت کنی، از حساب و کتاب خارج اجرش. حسن ختام این روایت رو هم ملاحظه بفرمایید، بسیار سنگین و عجیب. این عجیب ترین موردیه که برای آخر از زمان دیدم. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند بدانند آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده، این کلمه ثابت رو خوب دقت بفرمایید کاریش داریم، در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم درجه خواهند بود. روز قیامت با من علی هم درجه خواهند بود. امیرالمومنین علیه السلام کجا و ما کجا؟ اگه کلام و فرمایش خودشون نبود که ما هیچگاه چنین جرأتی نداشتیم همچین مطلبی رو زبون بیاریم. خب این امتیازات سنگین و شگفت آخر از زمان، مردمشون از مردم تمامی زمانها برترن، اجر هزار شهید دارن از شهدای بدر و احد، عملشون 50 برابر مردم زمان پیامبره، پیامبر برادران خودش این مردم رو قلمداد کرده، علارغم این که در زلالت هستن بهشت میرن، سخت بهشون گرفته نمیشه، اعمالشون رو قبول میکنن، یه درهم خرج کنن برای امام قایبشون هزار در هزار در هزار ضریب میخوره این هزینه. سبحان الله، امیرالمومنین علیه السلام فرموده در قیامت با من علی هم درجه خواهند بود. حالا این امتیازات شگفت هر کسی خودش قضاوت کنه، آیا ما خوش شانس بودیم تو همچین زمانی هستیم یا بد شانس بودیم، یا قضا و قدرمون خوب رقم نخورده، این دیگه با خودش، هر کسی برداشت خودش. حالا نکته مهمی که موضوع بحث ماست، این دینی که فرمودن اگه حفظش کنی تو آخر از زمان هم درجه با امیرالمومنین خواهی بود تو قیامت، چی هست؟ حقیقت این دین چیه و چطور باید حفظش کرد؟ این مطلب فوق العاده مهمیه. اگه فکر کردی که دین اینه که یه نمازی بخونیم، یه روزه‌ای بگیریم، یه حجابی داشته باشیم و این موارد و اینا رو دین میدونی، سخت